اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. سرکرده گروه تروریستی حماس در غزه در آخرین نطق خود خطاب به فلسطینیان گفت: نگران خرابی‌های غزه نباشید. ما از آمریکا و یا هر کشور دیگری حاضر نیستیم حتی یک دلار بگیریم. به پول آنها نیازی نداریم و به آن دست نخواهیم زد. همه هزینه بازسازی غزه را حکومت اسلامی ایران و مسلمانان جهان مستقیماً تعیین خواهند کرد. نگران نباشید. یادتان هست که آخوند حسن نصرالله نیز خطاب به مردم لبنان پس از آن ویرانی های جنگ با اسرائیل گفته بود که شیعیان نگران نباشند، زیرا رژیم ایران در آینده نیز نان و آب و اسلحه حزب الله را تامین خواهد کرد. علی خامنه ای ثابت کرده است که تامین امکانات جنگ طلبانه برای گروه های ترور فلسطینی و اسلامی از تأمین سلامت و رفاه مردم ایران بسیار اساسی تر است. امروز پنجشنبه ششم خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 27 ماه می سال 2021 میلادی و 16 ماه سیوان در سال 5781 عبری می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. علی خامنه ای امروز به طور آشکار از رد صلاحیت شمار زیادی از خادمین پیشین نظام مانند احمدی نژاد و علی لاریجانی توسط شورای نگهبان قاطعانه دفاع کرد و به تهدید علیه انتقادگران پرداخت و عملا نشان داد که او نظام ولایت مطلقه فقیه به راه انداخته و هیچ کس نباید با شورای نگهبان که سرسپرده خواسته های او بوده است اعتراض کند. همه رد صلاحیت شدگان جز احمدی نژاد در این حال که اقدام قلدر معابانه شورای نگهبان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند، در پایان اعلام کردند که به تصمیم آن شورا گردن می نهند و علیه آن فعالیت نخواهند کرد. ولی احمدی نژاد که در سالهای گذشته مردم ایران را خس و خاشاک نامیده بود، اکنون از حق مردم سخن می گوید و اعلام داشته که انتخابات را تحریم می کند. بیشترین بخش از بولتن خبری امروز به اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص خواهد داشت، ولی رویدادهای مربوط به اسرائیل و جنگ غزه نیز همچنان در صدر توجه ما قرار دارد. اسماعیل هنیه سرکرده حماس که ادعا می کند اسرائیل را سخت شکست داده و ادعا کرد که حماس از کمک مالی بیدریغ حکومت اسلامی ایران و همچنین مسلمانان جهان برخوردار است و بی‌اعتنا به کمک‌های اهدایی از ایالات متحده و کشورهای عرب که مستقیماً در اختیار حکومت خودگردان فلسطینی قرار خواهد گرفت، غزه را بازسازی خواهد کرد. این وعده اسماعیل هنیه در شرایطی است که ایران با بیپولی شدید روبروست، ولی حسن نصرالله نیز پیشتر گفته بود که حتی آب و نان حزب الله لبنان را حکومت ایران تأمین می کند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برای علی خامنه‌ای جان مردم ایران اهمیتی ندارد و آنچه مهم است ادامه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به سازمان‌های ترور به بهای گرسنه ماندن قشرهایی از مردم ایران و افزایش مرگ و میر به علت کمبود واکسن تأمین می‌شود. اعتراض‌های مردمی به شیوه برگزاری انتخابات گسترش می‌یابد و هر روز شمار بیشتری از گروه‌ها و مردمان اعلام می‌دارند که انتخابات را تحریم می‌کنند. سامانه خبری العربیه در گزارش می‌نویسد که قاسم سلیمانی پیش از آن که به هلاکت برسد، واحدی را مأمور گسترش کمک به حماس برای ساخت موشک‌های پیشرفته کرده بود. در ایران هنوز از تولید یا رسیدن واکسن از خارج خبری نیست
و رژیم انتشار هر گونه اطلاعاتی را در این زمینه ممنوع ساخته و همزمان انتشار آمار تحریف شده در مورد شمار قربانیان و آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. مشروع این گزارش‌ها و همچنین خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل آقای فرزام کرباسی و دکتر عبدالله قرقزلو می‌باشد. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید. پنجشنبه همگان با آرامش و نیکویی و تندرستی آغاز شده باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می کنیم. اسماعیل هنیه سرکرده گروه تروریستی حماس که از بیم جان خود از غزه گریخته و در حال حاضر در قطر زندگی می کند، در یک سخنرانی تبلیغاتی ادعا کرد که حماس در جنگ با اسرائیل پیروزی درخشانی به دست آورده و در آینده نیز به این پیکار نظامی تا رسیدن به هدف نهایی که همانا آزادی قدس شریف است ادامه خواهد داد. هنیه در حالی به این خودستایی پرداخت و از شکست اسرائیل سخن گفت که ویرانی‌های غزه جامعه جهانی را به تلاش انداخته و ارزیابی می‌شود که بیش از 600 میلیون دلار خسارت وارد شده و حماس ادعا می‌کند که حدود 300 قربانی داده و چند هزار نفر نیز زخمی شدند. اسماعیل هنیه گفت که حماس به پولی که از آمریکا برسد و یا مبالغی که توسط حکومت خودگردان و محمود عباس وارد غزه شود دست نخواهد زد. یحیی سنوار سرکرده حماس در غزه نیز در سخنان به اصطلاح پیروزمندانه خود از سخاوتمندی حکومت اسلامی ایران سخن گفت و ادعا کرد که مسلمانان سراسر جهان نیز مستقیماً به حماس کمک مالی اهدا خواهند کرد. این ادعا نیز در حالی مطرح می‌گردد که ترکیه نیز به عنوان مصمم‌ترین و صمیمی‌ترین حامی حماس در غزه حاضر نشده حتی یک دلار به این بازسازی کمک کند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همچنین عربستان سعودی نیز این سازمان تروریستی را تحریم کردند. اسماعیل هنیه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره که با پول امیرنشین قطر اداره می شود با لحن پیروزمندانه‌ای گفت که از این پس حماس است که قواعد بازی را به اسرائیل تحمیل می کند. او بار دیگر گفت که حماس آنچه را که آزادی قدس می نامد در اولویت هدفهای خود قرار داده و می دهد. ادعای آزادی قدس یکی از شعارهای همیشگی روح الله خمینی بود که با نوشیدن جام زهر جانشین او علی خامنه‌ای همچنان تکرار می کند. اما اکنون حماس است که با بکار گرفتن این شعار می خواهد خود را در بین مسلمانان جهان محبوب سازد. علی‌رغم این ادعا پلیس اسرائیل به انجام وظیفه خود در حفظ آرامش در محوطه مسجد الاقصی ادامه می دهد و پاسگاه پلیس که از 4 دهه پیش در این مسجد برپا گردیده به انجام مأموریت ادامه می دهد و تهدیدهای حماس کوچکترین تغییری در این وضع به وجود نیاورده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در روزهای اخیر اعلام داشتند که از این پس اسرائیل نسبت به ادامه تعرضات حماس کوچکترین شکیبایی نشان نخواهد داد. برخی آشنایان امور نظامی عملکرد دولت را در 10 سال اخیر مورد انتقاد قرار دادند که چگونه در این مدت از رشد موشکی حماس و داشتن موشک‌های پیشرفته‌تر جلوگیری نکرده است. در 11 روز جنگ حماس بیش از 4000 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد که دقیق‌تر از موشک‌های پیشین بود و حدود 70 موشک از شبکه دفاعی گنبد آهنین گذشت و به نقاطی در داخل اسرائیل اصابت کرد. اما زیان مالی وارده به اسرائیل 1/1000 ضرر مالی حماس در غزه نیز نمی‌شود. از نظر تلفات انسانی نیز تنها 12 نفر در این کشور جان باختند. اسماعیل هنیه در ادامه سخنان خود ادعا کرد که نیروی هوایی اسرائیل در رشته عملیات بسیار سنگین خود فقط توانسته است بخش بسیار کوچکی از تونل‌های نظامی حماس موسوم به مترو را ویران کند. او ادعا کرد که حماس دارای تونل‌هایی به طول 400 کیلومتر در سراسر غزه می باشد. ادعایی که آگاهان امور آن را یک دروغ بزرگ می دانند.
اخبار ناظر بر حمایت و پشتیبانی مالی جمهوری اسلامی از حزب الله در لبنان و از سازمان حماس و جهاد اسلامی در غزه بارها منتشر شده است. حتی رهبران این سازمان ها خود نیز بارها در همین ارتباط از جمهوری اسلامی ایران و سپاه قدس قدردانی کردند. جرودان پست با انتشار گزارشی به دو صرافی در غزه پرداخت است که از طریق تبادل حواله های مالی ده ها میلیون دلار پول ایران را برای تجهیز تسلیحاتی شاخه نظامی حماس منتقل می کردن. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اکنون این دو مؤسسه مالی را در شمار سازمان های تروریستی قلمداد کرده است. او گفت که پول انتقال یافته به شاخه نظامی حماس متعلق به ایران و سپاه پاسداران بوده است. این دو صرافی که المرکزیه یه صرافی است که پیش از این تحت نام شرکت المتحدون فعالیت میکرد و دیگری شرکت بازرگانی عرب و چین است که به فردی به نام زهیر یونس شمله تعلق دارد. گفته می شود که این دو صرافی با سپاه قدس در تماس بوده و کمک های مالی ایران را از این طریق در اختیار حماس و به ویژه بازوی نظامی آن قرار می دادن. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به همکاری بین این دو صرافی و سپاه قدس نتیجه تحقیقات بخش اطلاعات ارتش اسرائیل است که گفته می شود بخش اطلاعات ارتش اسرائیل از سال 2019 به این سو فعالیت های این دو صرافی را تحت نظر داشته است. در گزارش منتشر شده از سوی وزارت دفاع اسرائیل آمده است که این دو صرافی با آگاهی تمام حواله های مالی ایران به غزه را منتقل می کردند. جرودانیم پست در ادامه گزارش خود نوشته است که به علت فرمان اجرایی تکمیلی بنی گانتس در نوامبر سال گذشته مبلغ 4 میلیون دلار پولی که توسط شرکت زهیر یونس شرم از خارج وارد غزه شده بود مصادره گردید و عملا این هشداری بود به سایر مؤسسات مالی و بازرگانی ساکن غزه که به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این پس این مؤسسات بازرگانی که قصد انتقال پول از ایران به غزه را دارند مشمول تحریم‌های شدید مالی. سرکرده حماس در نوار غزه یحیی سنوار نیز در سخنان به ظاهر پیروزمندانه خود در ارتباط با جنگ 11 روزه ادعا کرد که اسرائیل شکست سختی متحمل شده و حماس تعهد می‌کند همه خرابی‌های غزه را به طور کامل بازسازی کند. یحیی سنوار که پس از پایان جنگ 11 روزه برای بار دوم در میان افراد حاضر شده بود به فلسطینیان وعده داد که نباید برای بازسازی غزه نگران باشند، زیرا حکومت اسلامی ایران همان گونه که تاکنون مقادیر کلانی پول و اسلحه به حماس داده این بار نیز برای بازسازی خرابی ها بخش بزرگی از این بودجه کلان را تأمین خواهد کرد. رژیم ایران در این هفته اعلام کرد که برای کمک به بازسازی غزه مبلغ 100 هزار دلار اعطا می کند و این در حالی است که امیرنشین قطر از کمک مالی 500 میلیون دلاری خود سخن می گوید. العربیه در گزارشی نوشته بود که قاسم سلیمانی پیش از آنکه هلاک شود گروهی را مأمور کمک تکنولوژی به حماس برای بهینه‌سازی موشک‌های موجود و همچنین ساخت موشک‌های پیشرفته کرده بود. این سامانه خبری نوشته بود که یک متخصص ایرانی و یا کارشناس شیعه لبنانی و فردی از سوریه توسط قاسم سلیمانی مأمور اجرای این پروژه شده بودند. العربیه همچنین نوشته بود که رژیم ایران برای حماس یک کارخانه زیرزمینی تولید موشک برپا ساخته بود. همچنین همه مواد و مصالح لازم برای ساخت موشک توسط رژیم ایران به غزه قاچاق شده بود. در ادامه گزارش آمده است که آخرین دیدار متصدیان امور موشکی رژیم ایران از غزه برای بررسی صنایع موشکسازی کمتر از 4 ماه پیش بوده است. هنوز معلوم نیست که رژیم ایران که به دنبال ادامه تحریم‌ها حتی پولی برای خرید واکسن ندارد چگونه خواهد توانست مبالغ کلانی را در اختیار حماس قرار دهد. حسن نصرالله نیز پس از ویرانی‌های گسترده نقاط تحت تسلط آن در لبنان به دنبال جنگ با اسرائیل گفته بود که همه هزینه‌های بازسازی را رژیم ایران تأمین خواهد کرد.
در آن هنگام اعلام کردید که حکومت ایران 500 میلیون دلار به بازسازی محله شیعه نشین بیروت موسوم به الزاهی اختصاص داده است. در واکنش به سخنان وزیر دفاع اسرائیل بنی گنتس که گفته بود که اگر لازم باشد سرکردگان گروه تروریستی حماس نیز از سر راه برداشته خواهند شد، یحیی سنوار گفت که او آرزو می‌کند که به دست اسرائیل شهید شود و نه آنکه بر اثر کرونا بمیرد. او در این حال تایید کرد که بیش از 80 نفر از تلفات اعلام شده غزه چریک‌های مسلح حماس بودند. یحیی سنوار ادعا کرد که نه تنها همه مردم غزه یکپارچه در کنار حماس ایستاده و به نبرد با اسرائیل خواهند پرداخت، بلکه یک ارتش 10,000 نفره نیز از شهروندان عرب اسرائیل گوش به فرمان او هستند. ممکن است اشاره سنوار در این زیاده‌گویی در رابطه با گروه‌های مافیایی باشد که در جامعه عرب اسرائیلی فعالیت می‌کنند و در نزاع‌های بین گروه‌های تبهکار سال میلادی گذشته 83 تن از افراد یکدیگر و یا اعضای خانواده‌های آنان را به قتل رساندند. در تظاهراتی که 2 هفته پیش در رابطه با حضور پلیس اسرائیل در محوطه مسجد الاقصی به راه افتاد، در چند مورد به سوی افراد پلیس اسرائیل نیز تیراندازی شد. اما جامعه عرب اسرائیلی این گونه تبهکاران مافیایی را نفی می کند. یحیی سنوار در این حال که ادعا کرد خود حماس بازسازی غزه را به طور کامل انجام خواهد داد، تهدید کرده و گفت اگر مسائل غزه حل نشود، ما همه چیز را به آتش خواهیم کشید. مفهوم این سخنان آن است که حماس نیت قطعی دارد که در اولین فرصت نبرد مسلحانه علیه اسرائیل را از سر بگیرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت وزیر دفاع آمریکا روی تهدیدهایی که از ایران هنوز در منطقه وجود دارد متمرکز است. وی افزود حمایت ایران از حماس و دیگر گروه‌های تروریستی یک نگرانی دیرینه است و ما به همکاری با متحدان برای محدود کردن تأثیر آن ادامه می‌دهیم. سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی در مورد حمایت ایران از حماس گفت حمایت ایران از حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه یک نگرانی دیرین است و ما به همکاری با متحدان و شرکایمان در منطقه ادامه می‌دهیم تا اثر آن حمایت را محدود کنیم. سخنگوی پنتاگون گفت وزیر دفاع آمریکا به هیچ وجه انواع تهدیدهایی را که ایران هنوز با آن منطقه را تهدید می‌کند فراموش نکرده است و روی آن تمرکز جدی دارد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر و در جریان سفر به اسرائیل و پس از دیدار با نخست وزیران کشور گفت به دنبال حمایت بین المللی برای کمک به مردم غزه است و می‌خواهد این کمک به شکلی باشد که هیچ کدام به دست مقامات حماس حاکم در غزه نرسد. با آنکه جنگ 11 روزه اخیر با حمله موشکی حماس به خاک اسرائیل آغاز شد و طی آن بیش از 4000 موشک توسط حماس به سوی نواحی پرجمعیت اسرائیل و از جمله تل آویو و دیگر شهرهای مرکزی اسرائیل شلیک گردید و با آسیب جانی و زیان مالی همراه بود، شورای حقوق بشر سازمان ملل مانند همیشه قصد دارد با بحث درباره جنگ غزه صحنه را در اختیار مخالفان اسرائیل و ترور فلسطینی قرار دهد. این شورا شب گذشته چهارشنبه تشکیل جلسه داد و بسیاری از سخنرانان اسرائیل را به تجاوزکاری در غزه و کشتن شهروندان و آسیب رساندن به ساختمان‌ها متهم ساختند. شماری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار برپایی یک کمیسیون تحقیق شدند تا این اتهامات را بررسی کنند. اما از آنجا که شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیرباز یک نهاد مغرض و ضد اسرائیلی بوده است، دولت اورشلیم این بار نیز اعلام داشته که با چنین تصمیمی از جانب شورا همکاری نخواهد کرد. اسرائیل انتظار دارد که ایالات متحده و بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی جلوی تصویب قطعنامه‌ای را در این زمینه بگیرند. در توجیه بی‌اعتبار بودن شیوه‌های ضد اسرائیلی این شورا از جمله گفته شده که از هنگام برپایی آن تا کنون 2/3 از قطعنامه‌های صادر شده در رابطه با عملیات تروریستی عربی و فلسطینی
علیه اسرائیل بوده و در همه این قطعنامه ها اسرائیل بوده که هدف انتقاد گزنده و مغرضانه قرار گرفته، که مفهوم عملی آن تشویق عملیات تروریستی و تهاجمی در منطقه و کشته شدن شمار بیشتری از افراد بیگناه بوده است. در شورای حقوق بشر سازمان ملل نمایندگان 47 کشور عضویت دارند که اکثریت آنها از حکومت‌های دیکتاتوری هستند و از جمله چین، کوبا و عربستان سعودی 3 کشور عضو شناخته شدند. قرار است نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امشب پنجشنبه برگزار شود و جنگ 11 روزه را مورد بررسی قرار دهد. هنوز معلوم نیست که این نشست به صدور قطعنامه بیانجامد، اما حتی اگر قطعنامه ای هم صادر کند اعتبار عملی نخواهد داشت و بیشتر از نظر تبلیغاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما در این حال این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که شورای حقوق بشر بخواهد یک گروه تحقیقاتی به منطقه بفرستد. اسرائیل هیچگاه با این گروه ها همکاری نکرده است. اسرائیل امیدوار است که نمایندگان ایالات متحده و بریتانیا از تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر برای اعزام گروه تحقیقاتی جلوگیری کنند. وزیران خارجه دو کشور در روزهای اخیر از اورشلیم دیدار کرده و با سران این کشور گفتگوهای مهمی انجام دادند. علی خامنه‌ای در دیداری مجازی با نمایندگان مجلس ایران از مردم خواسته در انتخابات شرکت کنند و گفته به حرف کسانی که انتخابات را بیفایده می‌دانند توجه نکنند. او گفته شورای نگهبان طبق وظیفه خودش آنچرا که باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد و نامزدها را مشخص کرد. در میان نامزدهایی که رد صلاحیت شدند، محمود احمدی نژاد و مصطفی تاج‌زاده به رد صلاحیتشان اعتراض کردند. احمدی نژاد در بیانیه گفته انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و در آن شرکت نخواهد کرد. و علی لاریجانی رئیس سابق مجلس ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که صلاحیتشان رد شده، ستاد انتخاباتی خود را تعطیل کرده بودند. شماری از طرفداران علی لاریجانی امیدوار بودند به خاطر سابقه و جایگاه سیاسی لاریجانی در نظام جمهوری اسلامی رهبر ایران با حکم حکومتی صلاحیت او را تأیید کند، که امروز این مسئله با سخنان علی خامنه‌ای منتفی شد. او گفته است به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند که فایده ندارد نرویم و نمی‌رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید، اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق منع نمی کند. علی خامنه‌ای از کسانی که به رد صلاحیت خود اعتراض نکردند هم تشکر کرد، به ویژه از کسانی که صلاحیتشان را شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردند. علی خامنه‌ای از مردم خواسته است که برمن و رأی بدهند، آن هم به کسی رأی بدهند که یکی از عاملان اصلی کشتار چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 بود، که آیت الله منتظری این اقدام را جنایت تاریخی توصیف کرد. حالا عنوان نامزد یک کتاب انتخابات معرفی می شود. ابراهیم رئیسی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و کسی که در کنار مشتبه خامنه‌ای از گزینه‌های اصلی فردای فقدان رهبر دوم جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. علی خامنه‌ای در دیدار مجازی امروز پنجشنبه با نمایندگان مجلس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان حمایت کرد و خواستار حضور مردم در پای صندوق‌های رأی شد. خامنه‌ای در ادامه با حمله به منتقدان شورای نگهبان گفت به حرف این کسانی که ترویج می‌کنند که فایده‌ای ندارد نرویم، نمی‌رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید. شورای نگهبان با رد صلاحیت 99 درصدی نامزدهای 13مین انتخابات ریاست جمهوری در ایران تنها صلاحیت 7 نفر از 592 داوطلب در انتخابات مذکور را احراز کرد.
خامنه‌ای در ادامه مدعی شد کسانی که نرفتن به پای صندوق رأی را ترویج می‌کنند دلسوز مردم نیستند. وی نتایج انتخابات در ایران را برای سالها مؤثر دانست و ادعا کرد کسی که دلسوز مردم است مردم را از رفتن پای صندوق رأی منع نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی در این حال از مردم خواست با شور و شعف در انتخابات شرکت کنید و از خدا کمک و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه که درست است و حق است رأی بدهید. در همین راستا حسن روحانی که با شیوه سانسور شورای نگهبان به شدت مخالف است اما حراس دارد که اعتراض خود را با لحن مشروع و صریح بیان کند اعلام کرد درباره اصل 113 قانون اساسی به شورای نگهبان تذکر دادم، اما تفسیر خودش را دارد و میگوید نمیتوانید در این زمینه تذکر دهید. روحانی در ادامه گفت ناچار شدم به خامنه‌ای نامه بنویسم و از او بخواهم تا به این مسئله ورود کند. اعتراض‌های شخصیت‌ها به شیوه کار شورای نگهبان بسیار گسترده بود و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. در پی اعتراض به رد صلاحیت‌ها محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی با اشاره به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت که جمهوریت نظام روز به روز کم رنگ تر شده و مورد تهدید جدی قرار گرفته است. خاتمی در پیامی به کنگره حزب توسعه ملی نوشت هیچ جریانی با هر وابستگی و رویکردی که دارد نمیتواند و نباید نسبت به این خطر بزرگ بی تفاوت باشد. خاتمی در این پیام خود رد صلاحیت برخی نامزدها را ناشی از روی کردی دانست که پیش از این هم عرصه را بر انتخاب مردم تنگ کرده و این بار بی‌پرده تر و بی‌پرواتر ظهور و بروز داشته است. جبهه اصلاحات ایران اعلام کرده که به دلیل رد صلاحیتش نامزدهایش هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ندارند. با این حال این گروه و محمد خاتمی درباره تحریم یا شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سخن نگفتند. و محمود احمدی نژاد میگوید باید بیایند در تلویزیون در برنامه زنده و با حضور من اعلام کنند که چرا من را رد صلاحیت کردند تا من پاسخ بدم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین اسلامی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند و از هیچ نامزدی هم حمایت نخواهد کرد. احمدی نژاد با انتشار ویدئویی گفت که گستره درخواست و اصرار مردم برای نامزدیش به حدی بوده که نمی توانستم پاسخ منفی بدهم و بالاخره در برابر خواست بسیار وسیع مردم تسلیم شدم و علی‌رغم اطلاع از شرایط کشور ثبت نام کردم. او با اشاره به این که قبلن دو بار بدون ارائه هیچ دلیلی رد صلاحیت شده بود گفت به خاطر شرایط کشور و در احترام به مردم سکوت کردم، ولی این بار به تقاضای مردم برای ثبت نام آمدم و اعلام کردم که اگر ردم کنید قطعا در انتخابات شرکت نخواهم کرد و اون را به رسمیت نخواهم شناخت و از هیچ کسی حمایت نخواهم کرد. رئیس جمهوری پیشین اسلامی در ادامه با اشاره به معرفی نامزدهای انتخابات 1400 توسط شورای نگهبان در روز سوم خرداد گفت در اعلان اسامی مجدداً اسم بنده را حذف کردند و یک فهرست معین و یک طرفه در مقابل مردم قرار دادند. باز از سراسر کشور مردم تماس گرفتند به طوری که یک سرخوردگی عمومی در جامعه ایجاد شد. احمدی نژاد میگوید به چه دلیل مرا رد کردید یا به قول خودتان احراز صلاحیت نکردید. او رد صلاحیتش را توهین به مردم و عبور از قانون اساسی خواند و گفت هیچ کس از مردم بالاتر نیست و آنچه خواست مردم است را باید احترام گذارد. افشاگری مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و این
اولین بار است که یک مقام بالای آژانس جهانی ابراز نگرانی می کند که ایران فاصله تا داشتن بمب اتمی ندارد و غنی‌سازی اورانیوم اتمیش در سطحی است که فقط کشورهای سازنده بمب آن دست می‌یابند. مدیر کل آژانس در قسمتی از مصاحبه خود بر پیچیده‌تر شدن شرایط درباره ایران طی 2 سال گذشته تأکید کرده و در گفتگو با روزنامه فاینانشل تایمز اشاره کرد شرایط در ارتباط با تهران بسیار نگران کننده است، چرا که برنامه هسته‌ای این کشور بسیار بیشتر پیچیده‌تر شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به سطح غنی‌سازی خالص اورانیوم از سوی ایران گفت 60% تقریبا درجه تسلیحاتی است، سطح تجاری 2-3% است. این هشدارهای آژانس در حالی به صورت جدی‌تر مطرح می‌شود که مذاکرات برجام در وین از سوی ایران و کشورهای عضو با آمریکا همچنان ادامه دارد. دو طرف تأیید کردند که هنوز اختلاف بر سر مسائل مهم ادامه دارد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اختلاف بر سر مسائل مهم برطرف شده است و روحانی مذاکرات را نتیجه بخش و به نفع ایران میداند و امروز گفت اما در عمل این توافق باید تکمیل و اجرا شود. رافائل گروسی پیش از این با اطمینان از نظارت‌های بازرسان آژانس سخن میگفت اما در مصاحبه خود با فاینانشل تایمز گفته که در ارتباط با ایران باید یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی به کار گرفته شود. او از اصطلاح چشم هوشیار برای نظارت بر ایران استفاده کرد. محمود احمدی نژاد که از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شده و اجازه نیافته در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، اعلام کرد که انتخابات را تحریم می کند. وی از مردم نخواست که آنها هم به پای صندوق‌های رأی نروند، بلکه به نام خود اعلام کرد که در این انتخابات رأی نخواهد داد و خاطر نشان ساخت که این تصمیمی بوده که حتی پیش از انتشار رأی شورای نگهبان اعلام کرده بود. تصمیم شورای نگهبان از جانب همه آنهایی که رد صلاحیت شدند نیز مورد انتقاد قرار گرفت. اما با آنکه لحن واکنش برخی از این رد صلاحیت شدگان علیه تصمیم شورای نگهبان بسیار تند بود، هیچ یک از تحریم انتخابات سخن نگفت، بلکه اعلام داشت که به تصمیم شورای نگهبان و در واقع به دستور علی خامنه‌ای که تهیه کننده اصلی فهرست تایید صلاحیت شدگان است احترام می‌گذارد. تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل گفته بود که این رفتار علی خامنه‌ای نشانگر آغاز مرحله نهایی انقلاب اسلامی ایران و همانا برقراری کامل حکومت ولی مطلقه فقیه می باشد. محمود احمدی نژاد در بخشی از پیام ویدیویی خود گفت باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد کردن و من پاسخ بدن و ملت قضاوت بکنه. همچنین رد کردیم، یعنی جای ملت تصمیم گرفتیم. این ظلم بزرگی به ملته، کنار گذاشتن ملت از عرصه های گوناگونه که متاسفانه تو این سالها باب شده و منو به ضرر کشور، به ضرر انقلاب میدونم. به عنوان کوچک ملت، خادم ملت و کوچکترین خادم ملت کنارشون استادم تا احقاق حق، تا روشن شدن مطلب. البته این واقعیت که رد صلاحیت کردن افرادی چون احمدی نژاد که مدت 8 سال رئیس جمهوری بوده و علی لاریجانی که سالها ریاست مجلس را به دست داشته، نشان از آن دارد که علی خامنه‌ای کوشیده است پیروزی رئیسی را حتمی سازد و شاید او را به عنوان جانشین خود در مقام ولی مطلقه فقیه بر دستندرکاران حکومتی تحمیل کند. گرچه این شایعه نیز وجود دارد که علی خامنه‌ای خواهان انتقال ولایت مطلقه به فرزند خود مجتبی می باشد. اما احمدی نژاد آخرین فردی است که حق دارد از این شیوه تأیید یا رد صلاحیت‌ها گله‌مند باشد.
البته در آن سال نخستین علی خامنه‌ای صریحا از احمدی نژاد و دیدگاه‌های او دفاع کرده و وی را تحت الحمایه خیش اعلام کرده بود. در دور دوم انتخابات نیز علی خامنه‌ای دستور داد در اعلام نتایج شمارش آرا تقلب شود تا میرحسین موسوی را به سود احمدی نژاد بازنده اعلام کنند و میرحسین موسوی به جرم اعتراض قاطعانه هنوز هم در زندان خانگی به سر می‌برد. مردم ایران فراموش نکردند که همین احمدی نژاد 1 میلیون نفر مردمی را که در تابستان 88 به خیابانها آمده و شعار می‌دادند رأی من کو، خس و خاشاک نامید و اکنون ادعا می‌کند که تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیت او زیر پا گذاردن خواست مردم است. در شبکه‌های اجتماعی آمده است که احمدی نژاد با این گونه واکنش‌ها فراموش می‌کند که تاریخ مصرف او همانند تاریخ مصرف محمد خاتمی و حسن روحانی تمام شده است و خامنه‌ای مدت هاست که او را دیگر به بازی نمی‌گیرد. به دستور نخست وزیر عراق یکی از فرماندهان هشت شعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران بازداشت شد. یک منبع اطلاعاتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که قاسم مصلح به برنامه ریزی برای قتل یک چهره فعال سیاسی و دموکراسی خواه در عراق متهم شده است. قاسم مصلح اولین فرمانده رده بالای گروه هشت شعبی است که در ارتباط با قتل فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در عراق دستگیر می شود. قتلهایی که از سال 2019 آغاز شدند. یک سخنگوی هشت شبی و نه چند منبع دیگر اعلام کردند که مصلح آزاد شده است، اما دولت عراق هنوز این خبر را تایید نکرده است. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که پلیس امنیت عراق قاسم مصلح را که فرمانده عملیاتی گروه هشت شبی در استان انبار است در بغداد دستگیر کرده است. به گفته این مأمور امنیتی مصلح دستور کشتن ایاب الوزنی، ایهاب الوزنی و فهیم الطایی را صادر کرده است. و پس از دستگیری قاسم مصلح، یکی از فرماندهان نیروهای هشت شعبی و جنجالی که روز گذشته به دنبال این بازداشت در پایتخت عراق به راه افتاد، اکنون چند فایل صوتی از او منتشر شده که نشان می‌دهد او در ترور برجسته‌ترین فعالان سیاسی شهر کربلا دست داشته است. در همین حال مادر ایهاب الوزنی که 2 هفته پیش در کربلا ترور شد، عصر دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد قاسم مصلح فرمانده متهم به ترور فعالان عراقی فرزندش را به مرگ تهدید کرده بود. او گفت این فرمانده هشت شبی به فرزندش گفته بود اگر 1 روز هم از عمرم باقی بماند تو را خواهم کشت. و فعالان عراقی نیز طی ساعات گذشته یک فایل صوتی ضبط شده از تماس تلفنی فاهم الطایی و ایهاب الوزنی که هر دو اخیراً ترور شدند را منتشر کردند که در این فایل صوتی فاهم الطایی و الوزنی میگوید قاسم مصلح او را به مرگ تهدید کرده است. پس از این تهدید فاهم الطایی ترور شد و 2 هفته پیش ایهاب الوزنی نیز به قتل رسید. گفتنی است که اغلب عراقی ها نیروهای وابسته به سپاه قدس ایران در عراق را به قتل و ترور فعالان سیاسی عراق متهم می کنند و تمام افرادی که توسط این شبه نظامیان ترور شدند فعالان سیاسی مسالمت آمیز بودند که خواستار کوتاه کردن دست رژیم جمهوری اسلامی در عراق بودند. از زمان اعتراضات مردمی در عراق و مخالفت این گروه ها با دخالت های جمهوری اسلامی در امور کشورشان بیش از 70 فعال عراقی ترور شدند. از چپو کردن این خانه خجالت نکشید، مملکت را بفروشید به روسیه و چین. اصلا از مردم بی خانه خجالت نکشید، مرد و زن را به فروش بدن انداخته اید. از فروش تن ریحانه خجالت نکشید، خرج نوسازی لبنان و یمن را بدهید،
از مریوان و بم و بانه خجالت نکشید. خاکمان را اگر از باب وتو کردنها باج دادید به بیگانه خجالت نکشید. صد برابر شده اجناس کماف سابق موقع دادن یارانه خجالت نکشید. نام ما را بگذارید نفوذی خس و خاک مثل آن مردک دیوانه خجالت نکشید. ضربه ای مانده که بر پیکر مردم نزدید خب صمیمانه اگر هست خجالت. خواهر یک شهروند فرانسوی زندانی در ایران از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواست تا برای آزادی برادرش اقدام کند. بنجامین بریر درست یک سال قبل در نزدیکی مرز ترکمنستان بازداشت شد و این متهم به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام است. درست یک سال بعد از اسارت بنجامین بریر، خواهر وی در نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری فرانسه می نویسد بدیهی است که دلیل اصلی انتظار بی پایان ما پیگیری های قضایی نیست. مسئله اصلی جای دیگر است. برادر من به ابزار مذاکراتی تبدیل شده که بسیار فراتر از مورد شخصی اوست. یک جوان فرانسوی در کانون مجادلات دولت ها و اختلافاتی قرار گرفته که مطلقاً بر آنها آگاهی ندارد. خانم برندین بریر علاوه بر نگارش این نامه با هفته نامه لوپوان نیز گفتگوی کرده و وضعیت برادرش را تشریح کرده است. او برادرش را یک توریست تشنه کشف و سفر توصیف می کند که قطعا هیچ رابطه‌ای با هیچ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ندارد. برندین بریر در پاسخ به پرسش های گزارشگر مجله لوپوان میگوید که از زمان بازداشت برادرش در 26 می سال 2020 تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ چیز تغییر نکرده است. بنجامین بریر که 35 سال دارد در زندان وکیل آباد مشهد بلا تکلیف مانده است. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت وی را جور کرده و این دلایل را هنوز به وی ارائه نکرده و مشکلشان چیز دیگری است. لاریجانی در مراسم خداحافظی با رقابت‌های انتخاباتی گفت قائم مقام آقای جنتی گفته دلایل رد صلاحیت‌ها را به کاندیداها ارائه کردند در حالی که به من چیزی نگفتند و واقعا از این بابت متاسفم. وی بدون اشاره به جزئیات اضافه کرد مشکلشان چیز دیگری است. جور کردن دلایل رد صلاحیت عجیب است. پیش از این وبسایت مثلث آنلاین به نقل از حسین جعفرزاده از نزدیکان صادق لاریجانی برادر علی لاریجانی نوشته بود که یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه بررسی صلاحیت ها بر داشتن تابعیت غیر ایرانی دختر علی لاریجانی بر اساس گزارش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تاکید میکرد و علت رد صلاحیت وی این مسئله عنوان شده است. با این حال بر اساس این گزارش صادق لاریجانی پس از این جلسه در تماس با این معاونت و معاونت های دیگر وزارت اطلاعات میگوید که این نهادها چنین گزارشی به شورای نگهبان ارسال نکردند. علی لاریجانی در این حال در بخش دیگری از اظهارات خود از رد صلاحیتش ابراز خوشحالی کرده و گفته در جهت دیگر کار خواهم کرد. رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در این حال هشدار داده که باید وفاق در داخل را جدی بگیریم و الا باید لنگر انداخت به نیروی خارجی. او در اظهاراتی کم سابقه از حکومت خواسته که با مردم حرف روشن بزند و از نهادهای حاکمیتی نیز خواسته بدون اتصال به رهبر جمهوری اسلامی از عقلانیت برخوردار باشند و خودشان بتوانند از تصمیمات و اقداماتشان دفاع کنند. اشاره لاریجانی به شورای نگهبان است که
شمار زیادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرده است. حسن خمینی نیز شورای نگهبان را به خاطر رد صلاحیت‌ها به تند روی و بیراه رفتن انتقاد قرار داد و گفت شورای نگهبان دارد تیشه به ریشه انقلاب می‌زند. تحریم انتخابات از سوی احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح طلبان نیز اعلام کردند به دلیل رد صلاحیت نامزد خود از سوی شورای نگهبان کاندیدایی در این انتخابات ندارند. فهرست اعلامی از سوی این شورا شوک بزرگی به اردوگاه اصلاح طلبان و همچنین برخی از گروه‌های اصولگرا وارد کرده است و بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در دو روز اخیر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را پیروز زود هنگام انتخابات معرفی کردند. رئیسی که از چهارشنبه دیروز فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرد از سوی بسیاری از نهادهای حکومتی حمایت می‌شود و از سمت خود به عنوان رئیس قوه قضاییه هم کنارگیری نکرده است. برخی از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد دادند که با اشاره به مشخص شدن زود هنگام نامزد پیروز انتخابات برگزار نشود و میلیاردها تومان هزینه برگزاری آن صرف معیشت مردم و خرید واکسن شود. در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 28 خرداد برگزار شود 592 نفر ثبت نام کرده بودند که شورای نگهبان در نهایت 7 نفر را مورد تایید قرار داد. فضای انتخابات ریاست جمهوری ایران به دلیل مشکلات گسترده اقتصادی، تأثیرات کرونا، سرکوب‌های دی 96 و آبان 98 و همچنین آزاد و عادلانه نبودن روند انتخابات بسیار سرد و بیروح توصیف شده است. خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر در اتاقی در کلاب هاوس درباره آزار و اذیت زندانیان زن با اشاره به تجربه خودش گفت رئیس زندان به من حمله کرد، تعرض‌ها و توهین‌ها خشن‌تر شد، مقاومت می‌کردم و آنها مرا می‌کشیدند و هول می‌دادند، می‌خواستند مرا به اجبار سوار ماشین کنند. بر زمین نشستم، رئیس زندان مرا بلند کرد و به سوی ماشین پرت کرد. سرم داخل ماشین بود و پایین تنم بیرون بود. وقیحانه پایین تنه مرا گرفت و هول داد داخل ماشین، روی ساق پایم نشست. رئیس زندان بعد از ضرب و شتم و توهین سرش را لای موهایم کرد، اسم کوچک من را صدا کرد و گفت سیگارش را برایش روشن کنم. حکم اخیر برای من به دلیل تمرد از دستور رئیس زندان صادر شده است. آقای رئیسی، آیا من باید سیگار او را روشن می کردم؟ نرگس محمدی در این اتاق که چهارشنبه شب دیشب 5 خرداد با عنوان زندانیان سیاسی زن از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی برگزار شد تأکید کرد بازجویان می‌خواهند مقاومت زنان را بشکنند. این یک برنامه هدفمند است و این بازجوها برای شکستن مقاومت زنان زندانی آموزش‌های سیستماتیک می‌بینند. خانم محمدی با اشاره به روایت دیگری گفت با یک زن که با اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود همسلولی بودم. او را به شدت آزار داده بودند، بازجو سینه های او را لمس کرده بود و این خانم به همین دلیل دچار مشکل اعصاب و روان شده بود. محمدی تاکید کرد تصور نکنید که بازجوها به زنان غیر مذهبی توهین می کنند. بازجو حتی به یک زن مذهبی که با مقنعه در زندان بود پیشنهاد همخوابی می‌دهد و مبلغی پول در مقنعه‌اش می‌گذارد و می‌گوید این پول را بگیر و امشب با من باش. نرگس محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روایت برخی از زندانیان که در مکانی غیر از زندان‌های مشخص مدتی در بازداشت بودند
سپاه پاسداران خانه های امن ویژه‌ای در غرب و شرق تهران برای نگهداری این زندانیان دارند که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. و بانو صابری زندانی سیاسی سابق که همسرش تابستان 67 اعدام شد، با بیان آنچه بر او گذشته گفت: سال 61 سه نفر کمیته‌ای مرا بازداشت کردند و در بیابان‌های اصفهان به من تجاوز کردند و به حق من نه تنها رسیدگی نکردند که در تمام این سالها مرا آزار نیز دادند. اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در بیانیه صدور حکم شلاق و زندان علیه خانم نرگس محمدی را محکوم و خواستار لغو فوری این احکام و آزادی کامل او شد. وزارت بهداشت ایران پنجشنبه امروز از مرگ 165 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی نزدیک به 10,000 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر این اساس تعداد کل جانباختگان به 79,384 نفر و مجموع جانباختگان به حدود 2,876,000 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران اگرچه به طور روزانه آمار مربوط به ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را در اختیار رسانه ها قرار می دهد، اما از ارائه آمار تفکیکی خودداری می کند. منابع مستقل در این حال درباره درستی این آمار تردید دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر وضعیت 8 شهرستان قرمز، 233 شهرستان نارنجی و 207 شهرستان زرد اعلام شده است. بر اساس مصوبه ستاد کرونا، تردد بین استانی از ساعت 12 روز سه‌شنبه 11 خرداد تا ساعت 12 ظهر دوشنبه 17 خرداد ممنوع است. متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. الان شما نگاه کنین، ترامپ دیوانه، دیوونه نی؟ به قول اسوانی دیوونه. یکی از این حضرات گفته بود این ترامپ اگه راست میگه نگذره دلار خودش بره بالا. خب ببخشید شما هم دیوونه بشید، تومنه ببرید بالا، این عاقلیتون ما رو کشت. بسته شما هم یه چهار رو دیوونه شید. چطور ما برای فوتبال میریم مربی میگیریم، خود چهار تا مدیرم از ژاپن بیه، چطور میشه؟ شما مدیریت کردید بستونه، انشالله برید استراحت کنید، خدا خیرتون بده انشالله. پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را سه بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.